گزارش‌های تصویری از تجمع اعضای کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در کشورهای مختلف در روز جهانی کارگر. اعضای این کمیته به همراه دیگر ارگان‌ها و سازمان‌ها و احزاب مختلف روز کارگر را گرامی داشتند و با حضور در این راهپیمایی‌ها حمایت خود را از زندانیان سیاسی و کارگران و معلمان زندانی در ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌ها و تصاویر کارگران زندانی و معلمان زندانی با شعار خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند. گوشه‌هایی از گزارشات اول می ارسالی از کشورهای هلند، کانادا، سوئد، انگلستان، نروژ و ترکیه را با هم می‌بینیم. Political prisoners in Iran, and it's supported by a number of organisations, including the Haldane Society of Socialist Lawyers. My name is Paul Herron. I'm on the executive committee of the Haldane Society. The reason why we are supporting this picket today. The outside world, they talk to the people, they talk to the international communities, and they ask them to pressurise the regime. This demonstration is part of an international event that is happening in Sweden, North America, in Vancouver, in Toronto, in Ottawa, in Canada, and also in Norway. Join this international solidarity and ask them to support jailed workers in Iran. Because only us, not the governments, can make changes. And all together, we can make a difference. We can force the Iranian regime to release all jailed workers in Iran. So as you see, the voice of people in Iran getting louder and louder. But that's not going to work alone. They need your help. They need the international solidarity. They need people because humanity has no border. No peace, no justice. No peace, no justice. No peace, no justice. No peace, no justice. No peace. Islamic regime, fascist regime. Islamic regime, fascist regime. جاسوسی شکنجه و تجاوز جمهوری اسلامی و امیدواریم که روز بیاد که ما همه بتونیم به مملکتمون برگردیم، هموطنای کارگرمون از زندان ها بیرون بشن و خیلی امیدواریم که No dictatorship stays forever. And the regime in Iran is not going to stay. And they're going to be one day, when they open the prison to the world, and people in the world will see what happened to thousands and thousands of those people. To kids who've been tortured in prison, who've been raped in prison. And shamed by the British government, and all the governments in the world, and international.
شکنجه میکنن، اعدام میکنن. موج اعدام ها در ایران زیاد شده. فقط در سه هفته گذشته بالغ بر 100 نفر رو در زندان های مختلف ایران اعدام کردن. تا زمانی که خون تو رگ دارم در مقابل جمهوری اسلامی میستم و متحدانه همه با دوستانم فریاد میزنم مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد. با درود خدمت شما هممیهنان و گرامیان، فرارسیدن روز جهانی روز کارگر 1 می و 11 اردیبهشت و بر تمامی کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران ایران و جهان گرامی باد. فردا روز 12 اردیبهشت روز معلم بر تمامی معلمان و زحمتکشان و مزدبگیران ایران گرامی باد. روز 11 و 12 اردیبهشت روزهای اتحاد و همبستگی کارگران و معلمان و تمامی مزدبگیران و دانشجویان و تمامی مردم ایران است تا براندازی و سرنگونی جمهوری دنگین اسلامی، و این میسر نمی شود تا من و تو ما نشویم. من امیر مهدی پور هستم از تیم ول. با عرض سلام خدمت تمام دوستان که این مصاحبه رو میبینید، من ودا ایلکا هستم از شهر استکهلم سوئد. امروز روزی هستش که تمام مردم دنیا میان و تجمع میکنن. چرا؟ چون که اول ماه می هستش، اول ماه می روز جهانی کارگران هستش و روزی که اعتراض خودشون رو میخوان در داخل زندان به جمهوری اسلامی و تمام دنیا نشون بدن. و اینجا از اقشار مختلف، زن، مرد، حتی کودکان اومدن و در واقع میخوان بگن که این وضعیت وضعیتی نیستش که ما میخواهیم. میخوان بگن که تمام زندانیانی که در هر کجای دنیا هستن باید سریع آزاد بشن. شهر استکهلم سوئد هستیم، از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در رابطه با اول ماه می برابر با 11 اردیبهشت اینجا جمع شدیم. روز کارگر هستش، روز معلمی و روز انسانهایی که میخوان به حقوق حقشون برسن. اینجا ما اعتراض میکنیم به خاطر سیاست‌های غیر انسانی و ضد انسانی که جمهوری اسلامی و خیلی از دولت‌های دیگه دارن. ما باید سعی کنیم این دولت‌ها رو بکشونیم و در واقع بتونیم ازشون کمک بگیریم و جمهوری اسلامی رو به عقب بندازیم. امیدوارم روزی بشه که بتونیم این مبارزات رو به پیش ببریم و با آینده بهتر برای تمام مردم ایران و تمام زندانیان و کارگران زندانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. من سنگشمان بودیم دکتر دیاره. Redan när jag var 12 så sa min klasskompis Arvid till mig: Lisa, du borde bli politiker eller komiker. Jag valde den politiska banan. Inte för att bli politiker, utan för att vara med och åstadkomma verklig samhällsförändring. Inte bara skämta om de orättvisor och problem. ما اینجا هستیم امروز همبستگی خودمونو، همدلی خودمونو با کارگران زندانی و خانواده هاشون، با خانواده بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، رضا شهابی، جعفر عظیم زاده و جمیل محمدیان و خیلی از کارگران زندانی که در ایران هستیم، اتحاد همبستگی خودمونو با اینا اعلام بکنیم و بگیم که ما صدای این عزیزان هستیم در هر کجایی که هستیم.
من ویدا رضی هستم. اینطور میتونم بگم که ما حمایت خودمون را از کارگرانی که در زندان به سر میبرن میکنیم. به روزی که آزادی آنها رو ما ببینیم و هیچ کارگری رو در زندان نبینیم و حق اونا رو ما بتونیم بگیریم از تمام متجاوزینی که به اونا دارن ستم میکنن. به روز آزادی اون روز همه با هم یک صدا، کارگر زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد. اومدیم در اینجا شهر سونسوال کشور سوئد، داریم اینو میخوایم به گوش همه، حق یک انسان آزاداندیش، کسی که میاد از حق انسانها، الان تو زندانهای جمهوری اسلامی هستن، شهابی دفاع بکنیم و به امید روزی که ایران کشور آزادی بشه. امروز 1 مای 2015 مصادف با 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در میدان یحیی امیرعلی واقع در شهر گوتنبرگ هست. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و نهاد کودکان مقدمان کارزاری را به منظور حمایت از بهنام ابراهیمزاده و کارگران زندانی برگزار می‌کند. بهنام ابراهیمزاده فعال حقوق کودک و کارگر توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی به 5 سال حبس محکوم شد و در حالی که در 4 سال محکومیت خود با پرونده سازی را به 9.5 سال دیگر محکوم کردند و این در حالی است که فرزند او با بیماری سرطان خون دست و پنجه نرم می‌کند و به پدر خود نیاز دارد. نه تنها فرزند بهنام ابراهیمزاده بلکه تمام خانواده‌های زندانیان سیاسی خواهان آزادی عزیزان خود هستند و ما هم اینجا جمع شدیم تا همه یک صدا خواهان آزادی زندانیان سیاسی و صدای آنها باشیم. و هیچ کس بهشون هیچ توهینی نمی‌کنه. آدم تأسف می‌خوره به حال کشور خودمون ایران وقتی که می‌بینیم میلیاردی به جیب می‌زنن آقازاده‌ها، ولی از دادن تنها حق کارگرو که همون حقوق یک ماه خودشونه تفره میرن و این واقعا باعث تأسف. من صدای عبدالرضا قنبری معلم زندانی هستم. جای معلم در زندان نیست. ما خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی هستیم. من حمایت می‌کنم از مبارزه برای کارگران ایمن و تجاری در ساختن سلام. من صدای رسول مرادی و تمام زندانیان سیاسی ایران و خصوصیان خواهان آزادی تمام کارگران زندانی ایران هستم. من صدای رضا شهابی هستم، زندانی سیاسی در بند جمهوری اسلامی، خواهان تمام آزادی زندانیان سیاسی کارگر و تمام در بند افتادگان جمهوری اسلامی هستم. به نام ابراهیم زاده و حال حقوق کارگر کودک سالنیم حبس و زندان سرکوبگر جمهوری اسلامی هستم. رسول بوداقی معلم زندانی، جای معلم در زندان است. من صدای زندانیان سیاسی هستم و خواهان آزادی همه آنها. با تبریک اول ماه می 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، سرور کاردار هستم، مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. گزارشی است از اول ماه می در میدان یونسترگه اسلو. اول ماه می 11 اردیبهشت در مراسم
اول ماه می اسلو شرکت دادیم، در واقع فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی طبق فراخوان کمیته در این برنامه شرکت دارند و عکس کارگران زندانی که امسال فکوس کمیته روی آنها بوده بلند کردند و ضمن اینکه کمیته از یک ماه پیش خود را برای این روز آماده کرده و کمپین بزرگی را برای حمایت از کارگران زندانی در سراسر جهان راه انداخته. سخنگوی کمیته خانم شیوا محبوبی در واقع با مسئول ایران پارلمان اروپا نامه نوشتن و جوابیه دریافت کردن و به این دستگیری ها شدیداً اعتراض کردن و پارلمان اروپا تایید کرده که به اصطلاح پیگیری میکنن و خواهند کرد. در این حال امروز طوفان توییتری از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اعلام شده که در اعتراض به دستگیری کارگران زندانی توییت میکنن به سراسر سازمان های حقوق بشری، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا و سایر شخصیت های حقوق بشری جهان. من این روز را تبریک میگویم. سرور کاردار هستم، مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. برای آزادی زندانیان سیاسی به طور فعالی امروز در این مراسم شرکت داره و در حدود 500 تراک و اعلامیه در رابطه با وضعیت کارگران زندانی در ایران در اینجا پخش کرده و در این حال با عکس‌های بزرگ کارگران زندانی در داخل جمعیت حضور فعال داره. به امید پیروزی، به امید شکست جمهوری اسلامی و به امید روزی که هیچ زندانی در ایران نباشه و تمامی کارگران زندانی با صورت بلندی از سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی بیرون اومده و کشور به دست صاحبان اصلی اون سپرده بشه. در اینجا از دوباره این روز را به همه عزیزان بیننده و شنونده این برنامه تبریک میگویم و امیدوارم روز جهانی کارگر را در سال ایران در ایران جشن بگیریم. مرسی.